درسمون آغاز میکنیم با چگونه دست گرفتن تار و چگونه نشستن پشت تار. توجه داشته باشید که روش‌های گوناگونی در تمام سازهای دنیا وجود داره برای دست گرفتن و اجرای هر ساز. اعتبار ولی اون روش‌ها وابسته به اینه که استاد معتبری اون ساز رو زده باشه، نواخته باشه و نمونه‌های اجرایش وجود داشته باشه. به هر حال کوتاه می‌خواستم خدمتتون بگم که تنها روشی که من میگم مطرح نیست و درست نیست و میتونه روش‌های دیگری هم وجود داشته باشه. به هر حال این روش ساز دست گرفتن و تار نواختن مرسوم‌ترین اونه که استادان معتبر و بزرگی در طول تاریخ موسیقی ایران این ساز رو نواختن. گام اول در واقع توجه به طبیعت بدنمون. برای اجرای هر ساز و برای دوام نوازندگی ما خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم که نوع نشستنمون با طبیعت بدنمون موافقت داشته باشه. نشستن روی صندلی بسیار اهمیت داره و بهترین روش نواختن سازه. دیده شده که نوازنده ها میبینیم که چهارزانو میشینن زمین. من شخصا خودم از این موهبت برخوردار نیستم و برام سخته که بنشینم زمین و همینطوری حتی نخوام نوازندگی بکنم، ولی به هر حال اونهایی که روی زمین همین می نشینند پاشون خواب میره، خسته میشن و به هر حال تحت فشار بدنشون. روی صندلی شرایط بدن بهتر از همه نوع نشستن و استفاده از زیرپایی برای بالا آمدن زانوی پایی که تار رو روش میذاریم. این که میگم پایی که به خاطر اینکه برخی از نوازندگان چپ دست ساز رو معکوس دست میگیرن. من هم چپ دستم، ولی تنها کاری که در واقع بالا دست راست انجام میدم نواختن ساز هست. زیرپایی بهتر از پا روی پا انداختنه، چون باید به هر حال زانوی ما بیاد بالا، ولی پا روی پا که میاندازید اگر در یه مجلسی هم نشسته باشید میبینید که هر چند دقیقه یک بار باید پاهاتون رو عوض کنید، چرا که جریان خون طبیعی نیست، پا خواب میره و سخت خواهد بود برای شما که طولانی مدت به اون شکل بنشینید. حالا نوازنده و به خصوص کسی که در دوران هنرجوییش میخواد وقت زیادی رو روی نواختن ساز بگذاره تا به نتیجه برسه، مثل ما که قدیما مثلا 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت حتی در روز تمرین میکردیم، با پا روی پا انداختن این کار میسر نیست و در واقع سلامت نیست این گونه نشستن. پس استفاده از زیرپایی بسیار مناسبتر و بهتر هست. حالا شکل دست گرفتن تار. ببینید نواره، شونه تا شونه نواره، بلندای نواره میبایستی روی پای در روی زانوی پای راست اینجا قرار بگیره و ساز کاملا توی بغل شما زیر دست راست قرار بگیره. دست راست رو از روی سیمگیر روی تار میگذاریم به گونه ای که ساز بدون کمک دست چپ به حالت افقی بیسته. یعنی در واقع شما هیچ کمکی از دست چپتون برای نگه داشتن دسته ساز نمیگیرید. در مورد مثلا ساز ستار این گونه نیست، میبایستی که دست چپ دسته ستار رو نگه داره، ولی اینجا دست چپ ما آزاد هست که بتونه روی ساز حرکت داشته باشه و پاساژ ها و حرکت های طولی روی دسته ساز رو به راحتی انجام بده. پس ساز دست از روی سیمگیر میاد و تار، کاسه تار بغل رو پر میکنه. حالت شونه های من رو نگاه بکنید، هیچ کدوم به سمتی گرایش نداره، کاملا صاف بدن و پشتی صندلی باید پشت شما رو پر بکنه. کاملا عقب صندلی بنشینید که در واقع هیچ فضای خالی وجود نداشته باشه و تمام وزنتون رو رها کنید روی صندلی. هیچ چیزی رو بالا، هیچ وزنی رو بالا نگه نداری، کاملا آزاد، شونه ها افتاده، کاملا ریلکس. حالا دست چپ ما که وظیفه انگشت گذاری و گرفتن این پرده ها رو داره همواره آزاد هست به این شکل. دسته ساز
بسته به طبیعت بدن هر کسی به اندازه طول ساعد، یعنی بازو در امتداد بدنه و دسته ساز به اندازه طول ساعد از بدن شما باید دور باشه، طوری که یک کتاب دست میگیرید، اگر عقب بگیرید باید برگردید نگاه کنید، اگر زیادی جلو بگیرید شونتون خسته میشه. وقتی بازو در امتداد بدنه هیچ خستگی حاصل نمیشه و در واقع وزن دست روی بدن شماست، نه که روی خود روی شونه شما را یا روی بازوی شما. پس دسته ساز به اندازه طول ساعد از بدن دوره. حالا وقتی که دسته ساز دستتون را حرکت میدین، طول ساعد در این حالت تا این حالت متفاوت خواهد. پس برای زدن پایین دسته یا بالای دسته، دسته ساز کمی به اندازه همین تغییر طول ساعد به سمت جلو، یعنی این اهرم که حرکت میکنه دسته ساز رو یک کمی به سمت جلو یا به سمت عقب میاره. اینجا الان یه مقدار اومده جلو، باز هم در واقع به اندازه طول ساعد دسته از ساز از بدن دوره و در برگشت هم به این شکل در واقع ساز رو دست میگیریم و اجرا میکنیم. این اولین گام بود برای دست گرفتن ساز. در جلسات بعدی موارد بعدی رو و مراحل بعدی رو دنبال خواهیم کرد. پیروز باشید.